اطلاعیه 1476، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان. مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع از انواع مجازات ها در سیستم حقوقی و کیفری مطرح است و همواره نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوق بشری و نهادهای بین المللی قرار گرفته و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فرایندهی داشته است، مجازاتی که نقض فاحش حقوق انسان ها است و هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد. آرمان عبدالعالی کودکی بود که به جرم انتصابی در 17 سالگی متهم شده بود. او در روز 3 آذر ماه 1400 در سن 25 سالگی به اتهام قتل دوست خود غزاله شکوری پیرو احکام شرع اسلامی اعدام شد. این در حالی است که وی پس از دستگیری به مدت 76 روز در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت تا به قتل غزاله اعتراف کند. آرمان تا قبل از اجرای حکم اعدام بیش از 6 بار برای اجرای حکم به سلول انفرادی واقع در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. اتهام ارتکاب این قتل در حالی به این کودک مجرم وارد شده که تا امروز جسدی نیز کشف نشده است. سجاد سنجری کودک مجرم دیگری است که در سال 90 زمانی که تنها 15 سال داشت در یک درگیری نوجوانی همسن و سال خودش را به قتل می‌رساند. نزاعی بین دو کودک که منجر به کشته شدن یکی از طرفین می‌شود و سجاد قاتل می‌شود. پرونده سجاد را جمعیت امام علی پیگیری کرد و خانواده مقتول هم بعد از مدتی می‌پذیرند که دیه را بگیرند و رضایت دهند. رقم دیه هم با کمک‌های مردمی جمع شد، اما خانواده مقتول منصرف شده و گفتند سجاد باید اعدام شود. مقامات ایرانی بار دیگر بیرحمی مطلق سیستم قضایی خود را نشان دادند و در نهایت 11 مرداد ماه 1400 این کودک را اعدام کردند. در ادامه روند اعدام کودکان در ایران، بهاءالدین قاسمزاده کودک مجرم دیگری پس از تحمل 10 سال حبس و همراه برادرش و یک نفر دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. بهاءالدین قاسمزاده در سال 88 به اتهام قتل 2 نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شد. بهاءالدین در زمان بازداشت 15 سال سن داشت و در سال 89 در دادگاه اتهام انجام هر دو قتل را به عهده گرفت. در همان روز پس از خروج از دادگاه از دست ماموران گریخت و به کردستان عراق رفت. پس از فرار وی، ماموران امنیتی، خواهر، مادر و برادر دیگر وی را دستگیر و به زندان ارومیه منتقل کردند و خواستار بازگشت بهاءالدین در قبال آزادی خانواده اش شدند. بهاءالدین نیز پس از 1 ماه به کشور بازگشت. با وجود هشدار قبلی سازمان عفو بین الملل درباره حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده، 12 تیر 1400 همراه برادرش داوود به دار آویخته شدند. طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هایی غیر از قصاص محکوم می شوند. به موجب تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتاً بر عهده قاضی گذاشتند. لازم به ذکر است که بر اساس آمار سال 1400 دست کم 333 ایرانی از جمله 3 کودک مجرم، افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده
و برای 105 تن دیگر حکم اعدام صادر کرده است. همچنین بیش از 80 کودک مجرم دیگر در معرض اعدام هستند که می توان از حسین شهبازی که در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار اجرای حکم اعدام است نام برد. فراموش نکنیم که از سال 2010 تا کنون دست کم 67 کودک مجرم در ایران اعدام شدند، در حالی که پیمان نامه بین المللی حقوق کودک که ایران هم از کشورهای امضا کننده آن است به صراحت بیان می کند که مجازات اعدام در مورد کودکان نباید اعمال شود. در بسیاری از کشورهای جهان حکم غیر انسانی اعدام لغو و مجازات ها بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام می شود. همچنین بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کودک به فردی اطلاق می شود که سن وی زیر 18 سال باشد، اما دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان بی تفاوت به کنوانسیون حقوق کودک و طبق قانون 223 مجازات اسلامی پسر بالای 15 سال را بالغ می داند و اگر توسط وی قتلی صورت گیرد حکم قصاص برای وی قابل اجرا می باشد. همواره زیر سایه دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها حقوق کودکان رعایت نمی گردد، بلکه حق حیات و امنیت زندگی را از آنها سلب و به اعدام محکوم و حکم آنها اجرا می شود. ما فعالین حقوق کودک با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر به خصوص ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک ممنوعیت شکنجه تضمین قانونی در اجرای مجازات، صدور احکام اعدام کودکان را غیر قانونی و شدیداً محکوم می‌کنیم و همچنین با استناد به کنوانسیون حقوق کودک دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌دانیم تا با کودکان مطابق شونات و ارزش آنها رفتار نموده، حقوقشان را به رسمیت شناخته و حداقل سن را برای نقض قوانین کیفری را رعایت نماید.